سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. با خبر نور در خدمتون هستم در آخرین روزهای آخرین هفته سال 95. امیدوارم که تعطیلات آخر هفته خوبی رو داشته باشید. با هم تیتر خبرها رو میبینیم. ژنرال جوزف ووتل: ایران بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات منطقه است. قحطی در 2017 بزرگترین بحران بشردوستانه در تاریخ سازمان ملل. آلمان استفاده از نمادهای کردها در اماکن عمومی را ممنوع کرد. سهام عدالت منبع جدید فساد اقتصادی. دیمسترا: انتخابات در سوریه با وجود اسد امکان پذیر نیست. بیش از 200,000 پناهجوی میانماری وارد چین شدند. پاسخ عربستان به میانجگری چین: ایران تغییرناپذیر و فاجعه‌ای برای خاورمیانه است. ژنرال جوزف ووتل، فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا، با حضور در کمیته نیروهای مسلح در سنا این کشور گفته ایران بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات در منطقه است. بگذار شواهد خبر نور به نقل از وبسایت وزارت دفاع آمریکا، ژنرال جوزف ووتل ایران را بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات منطقه دانسته است. وی با تصریح به اینکه ستاد مرکزی ارتش آمریکا طی 12 ماه گذشته به چالش‌های مهمی از جمله در عراق، سوریه، یمن، مصر، صحرای سینا و تنگه باب‌المندب پرداخته است، گفت: ما همچنین با طیف وسیعی از فعالیت‌های بدنهاد ایران و نیروهای نیابتی آن در منطقه مواجهیم. ژنرال جوزف در ادامه تاکید کرد: به نظر من ایران بزرگترین تهدید بلند مدت برای ثبات این بخش از جهان است. فرمانده استاد مرکزی ارتش آمریکا از فعالیت و نفوذ ایران در عراق و سوریه ابراز نگرانی کرده است و گفته ایران میکوشد حکومت سوریه حفظ شود و از مراکز پرجمعیت شیعیان در این راستا بهره برداری کند. ژنرال جوزف همچنین تصریح کرده ایران میکوشد از طریق بی‌ثبات کردن منطقه بتواند قدرت مسلط منطقه بشود. طبق این گزارش و همچنین از اقدامات مشترک ایران و روسیه برای حفظ حکومت بشار اسد ابراز نگرانی کرد. ایران و روسیه حامیان اصلی حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه هستند. در طی 6 سال جنگ داخلی سوریه بیش از 500,000 نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. قحطی کنونی در جهان بزرگترین بحران بشردوستان است که سازمان ملل متحد از زمان تأسیس تا امروز با آن روبرو شده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، استفان اوبراین، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، جمعه 10 مارس به شورای امنیت سازمان ملل گفته که بیش از 20 میلیون نفر در 4 کشور یمن، سودان جنوبی، سومالی و نیجریه با خطر قحطی و گرسنگی شدید تا حد مرگ روبرو هستند. به گفته او، این بزرگترین بحران بشردوستانه در تاریخ سازمان ملل از زمان تأسیس آن در سال 1945 تا کنون است. سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غذایی اصطلاح قحطی را در مورد وضعیتی تعریف می‌کنند که در آن بیش از 30% کودکان زیر 5 سال از سوی تغذیه حاد رنج ببرند و نرخ مرگ و میر روزانه برابر با بیش از 2 تن در هر 10,000 تن باشد. اوبراین گفت که بدون تلاش هماهنگ جهانی انسان‌ها به سادگی از گرسنگی می‌میرند و بسیاری دیگر دچار بیماری می‌شوند و جان می‌دهند. او گفت که تزریق فوری پول برای مقابله با این بحران ضروری است. سال گذشته میلادی سازمان ملل هشدار داد که نهادهای مربوط به رسیدگی به آوارگان و جنگ زدگان هنوز کمک‌های مالی وعده داده شده از بسیاری از کشورها را دریافت نکردند و این مسئله امر یاری رسانی را با مشکلات جدی رویارو کرده است. بالاترین مقام سازمان ملل در امور بشردوستانه تأکید کرد که سازمان مطبوع او برای گریز از یک فاجعه به 4.4 میلیارد دلار اعتبار مالی تا همین زودیه نیاز دارد. استفان اوبراین در همین ادامه توضیح داد که بزرگترین بخش این بحران انسانی در یمن در حال رخ دادن است. به گفته او، همین حالا 8,180,000 نفر نیازمند کمک هستند و بیش از 7 میلیون نفر دیگر نیز گرسنگی می‌کشند و نمی‌دانند وعده غذایی بعدی خود را از کجا به دست می‌آورند.
دولت آلمان در مجموع 33 نماد مورد استفاده گروه های سیاسی و نظامی کردها شامل پرچمش به نظامیان یگانهای مدافع خلق کرد سوری و تصویر عبدالله اوجلان را در کشورش ممنوع اعلام کرد. گزارش خبرگزاری راشا توده دولت آلمان استفاده از نمادهای کردها در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرد. این اقدام با وجود تنش میان آلمان و ترکیه انجام شده است. ترکیه همواره از مخالفان تحرکات کردها در آلمان بوده است. در نامه‌ای که به دست مسئولان روزنامه اشپیگل رسیده، وزیر کشور آلمان ظاهرا دستور داده تا طیف گسترده‌ای از نمادهای مرتبط با کردها از نمایش در مکان‌های عمومی آلمان ممنوع شود. این سند 5 صفحه 2 مارس به همراه دستور عملها و تصاویر مرتبط برای مقام‌های منطقه‌ای و ماموران فدرال اجرای قانون فرستاده شده. در میان نمادهای منع شده تصویر عبدالله اوجلان رهبر محبوس حزب کارگران کردستان ترکیه PKK وجود دارد. علاوه بر آن پرچم یگانهای مدافع خلق سوریه YPG نیز در لیست ممنوعه وجود دارد. این گروه شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه YPG است که دولت ترکیه آن را وابسته به PKK و گروهی تروریستی می‌داند. همکاری نزدیک ارتش آمریکا و شبه نظامیان YPG در سوریه همواره با اعتراض آنکارا همراه شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران گفته که یک جریان مافیایی سهام عدالت رو دارن اداره می کنند. اون درباره فساد اقتصادی گسترده در طرح سهام عدالت هم هشدار داده. محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس جمعه 20 اسفند ماه گفته که 2 میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت بدون اینکه بهره ای از این سهام ببرند از دنیا رفتند. گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران این نماینده مجلس دستاورد سهام عدالت برای مالکان را هیچ خوانده. او گفته که این سهام سالها به شکل یک برگه بی‌خاصیت در دست مردم بود. به گفته پور ابراهیمی اداره سهام عدالت در اختیار یک جریان مافیایی میان دولت ملت است که به هیچ نهادی پاسخگو نیست. او گفت که این جریان مافیایی شرکت‌ها را دچار چالش کرده و سود آنها به شدت پایین آمده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرده که در آینده خبرهایی در خصوص پرونده‌های فساد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت منتشر می‌شود. پور ابراهیمی خواسته اصلی دارندگان سهام عدالت را دخالت تعیین مدیران شرکت‌ها عنوان کرد و گفت بعد از 10 سال به این خواسته پاسخ درستی داده نشده است. طرح سهام عدالت در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد اجرایی شد که انتقادهای فراوانی را به دنبال داشت. منتقدان این طرح را فاقد پشتیبانی مطالعاتی و عوام‌گرایانه دانستند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته که پس از این خرید و فروش سهام عدالت امکان پذیر است و به مالکان این سهام سود تعلق می‌گیرد. گفتنی است منتقدان دولت 11 اجرای این طرح در آستانه 12 دوره ریاست جمهوری را عوام فریبانه و تبلیغاتی می‌دانند. استفان دمیسترا شامگاه جمعه 10 مارس در مصاحبه مطبوعاتی خودش در نیویورک گفته که اجرای انتخابات آزاد در سوریه با وجود نظام فعلی امکان پذیر نیست. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد تاکید کرده که موضوع انتقال سیاسی در سوریه هنوز هم به عنوان محور اصلی مذاکرات ژنو که در 23 مارس آغاز میشه. استفان دیمستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرده که انتخابات در سوریه با وجود اسد امکان پذیر نیست و سازمان ملل میخواهد دور 5 مذاکرات سوریه در ژنو را در تاریخ 23 مارس 3 فروردین برگزار کند. دیمستورا این تاریخ را پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل در نشست رسانه‌ای اعلام کرد. به گفته نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، به رغم آنکه تاکنون معجزه‌ای در مذاکرات صلح سوریه صورت نگرفته است، اما طرف‌های شرکت کننده توانستند در زمینه محتوا به توافق دست پیدا کنند و دوره یک میز بنشینند. دیمستورا گفته که در دوره‌های قبلی مذاکرات درباره قانون اساسی انتخابات پارلمانی، حاکمیت آینده و تروریسم صحبت شد و اکنون در مورد مسئله امنیت و احتمالاً موضوع بازسازی صحبت خواهد شد. مسائل مربوط به آتش بس و آزادی بازداشت شدگان نیز از جمله مسائل مورد گفتگو خواهند. او پیروزی نظامی در جنگ سوریه را توهم بیش ندانست و گفت تنها راه حل بحران این کشور مذاکره است. نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه چهارشنبه 15 مارس 25 اسفند ماه درباره روند سیاسی سوریه به شورای امنیت گزارش خواهد. بیش از 20,000 نفر از مردم مسلمان ساکن شمال میانمار یا برمه به دلیل گسترش درگیری‌های نظامی بین گروه‌های قومی و نیروهای
امنیت این کشور به چین گریختند. گزارش واحد خبر نور به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن اعلام خبر ورود 20,000 پناهجوی میانماری به این کشور گفت چین به پناهندگانی که به این کشور آمدند کمک‌های بشردوستانه خواهد کرد و همزمان تلاش خواهد کرد تا صلح و امنیت در منطقه مرزی برقرار شود. روز دوشنبه 6 مارس 16 اسفند در درگیری بین مخالفان و نیروهای امنیتی میانمار در این منطقه پرآشوب دست کم 30 نفر کشته شدند. شمال میانمار یک منطقه مسلمان نشین است. این درگیری ها شکست سیاسی برای دولت آنگ سان سوچی، برنده جایزه نوبل صلح محسوب می شود که هدف آن صلح با اقلیت های عمان شده بود که با دولت مرکزی می جنگد. سخنگوی وزارت خارجه چین بدون ارائه جزئیات گفت گلوله ها و خمپاره های این درگیری ها در خاک چین فرود آمده و یک زخمی نیز بر جای گذاشته است. اظهارات وزیر امور خارجه چین برای میانجیگری بین ایران و عربستان واکنش‌های متفاوتی را از سوی ایران و عربستان به دنبال داشته. وانگ یی وزیر خارجه چین در حاشیه نشست سالانه خبری پارلمان چین از ایران و عربستان به عنوان دوستان خوب چین نام برده بود و گفته بود که پکن در صورت نیاز آماده است برای رفع کدورت‌ها نقش ایفا کنه. سفیر عربستان سعودی در چین در گفتگو با خبرگزاری شینهوا، آژانس رسمی خبری جمهوری خلق چین، درباره تمایل وانگ یی به میانجیگری برای حل اختلاف بین عربستان سعودی و ایران گفته است عربستان از تلاش چین برای ایجاد صلح و ثبات در خاورمیانه استقبال می‌کند، اما ایران یک مورد استثنایی و فاجعه‌ای برای خاورمیانه است. ایران تغییرناپذیر است و آن با آن تعامل کرد، زیرا ایران تلاش می‌کند صلح اجتماعی بحرین را به خطر بیندازد و در یمن، سوریه، عراق و لبنان مداخله کند. بر چه اساسی می‌خواهید میانجیگری کنید؟ در همین حال سفارتخانه ایران در چین روز جمعه 20 اسفند 95 طی بیانیه‌ای در عین حال اعلام کرده که اختلاف میان دو کشور همسایه اصولاً اختلاف نظر در دیدگاه‌ها، عملکرد و سیاست‌های اعلامی و اعمالی است. خب این بود خبرهای امروز از خبر نور. اگر میخواهید که خبرها رو تکرارشو ببینید در این زمانها میتونید تکرار اون رو مشاهده بکنید. با امید به بهروزی و بهورزیتون، الله یار و نگهدارتون.